سلام همه، حال شما چطوره؟ توی این برنامه میخواییم راجع به افکت های سیاه و سفید با هم دیگه صحبت بکنیم. نمیدونم چقدر اطلاع دارید، ولی بیشتر قریب به اتفاق عکاس ها بر این نظرن که عکس اون موقعی عکس میشه که سیاه و سفید باشه. در واقع وقتی که عکس سیاه و سفید باشه به معنا و مفهوم خود عکس بیشتر پی میبرید، به خاطر اینکه بعدا رو بیشتر میتونید تو سیاه و سفید ببینید تا رنگی. با اینی که رنگی شاید خیلی زیباتر باشه، خیلی شاید شادتر باشه، ولی عکس ها موقعی عکس های حرفه‌ای میشن که بتونید شما سیاه و سفید عکس ها رو ببینید. یعنی در واقع عکاس خیلی حرفه‌ای میشه که بتونه عکس های سیاه و سفید بگیره و بندازه. یعنی در واقع شما اینطوری نیستش که عکس ها رو سیاه و سفید بگیرید، چون میدونید که یه سری افکت ها هستش داخل موبایل ها و دوربین ها که میتونید شما افکت سیاه و سفید ها همون بای دیفالت از اول بگیرید، ولی اینجوری نیستش. شما اون موقعی میتونید عکس خیلی خوب سیاه و سفید داشته باشید که بتونیدش توی نرم افزار اونو تبدیل به عکس سیاه و سفید بکنید. حالا امروز با هم دیگه میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم با هم دیگه بریم و یه عکس خیلی زیبا رو سیاه و سفید بکنیم و بوداشو بهتون نشون بدم که چجوری میتونید مثلا بود یه عکسی رو با عکس سیاه و سفید نشون بدید. آماده اید دیگه؟ برو بریم. خیلی خوب رفقا، یه عکسی داریم از یه شهریه، حالا نمیدونم کجاست، ونیز برزیل کجاست. ببینید بای دیفالت این عکس خیلی عکس قشنگیه، ولی بعداش مشخص نیست. از چه بابت ما میتونیم بعدای این عکس رو بیشتر نشون بدیم؟ منظور من از بعد چیه؟ ببینید شما اگر بخواید این عکس رو سیاه و سفید بگیرید، مثلا اتفاقی که میفته اینه. اگه مثلا من بخوام اینجا از قسمت کامرا را ببینید قسمت رنگ سچوریشنش رو کم بکنم، این عکس سیاه و سفید میشه. ولی منظور من این نیسته. برای اینکه منظور منو بهتر متوجه بشید، من یه بار کنترل و زد رو میزنم. حالا از قسمت لایه ها این پایین شما اگه گزینه بلک اند وایت رو فعال بکنید، میبینید که یه سری اینجا پنل هم برای شما، یه سری کشویی هم میاد که شما میتونید اونجا یه مقدار تنظیمات بیشتری روی رنگ بندی هایی که میخواد سیاه و سفید بشه انجام بدید. حالا از چه بابت؟ ببینید آسمون اینجا معمولا خب آسمون آبیه دیگه، ما اگه سایان این رو یه مقدار روشن تر بکنیم، ببینید کنتراستی که بین ساختمون ها و آسمون ایجاد میشه باعث میشه که یه مقدار بعد بیشتری به عکستون بده. همینجور ساختمون هایی که ما داشتیم، ببینید من اگه اینو غیر فعالش بکنم، ساختمون ها چه رنگیه؟ زرد، قرمز، سبز، بیشتر تو مایه های زرد و قرمز. خیلی خوب، حالا دوباره که این علامت چشم رو اینجا بزنیم و روی این قسمت کلیک بکنیم، ببینید زرد و قرمزش رو اگر ما اینو تیره تر بکنیم، همون جور که میبینید یک کنتراست بسیار زیادی روی تصویر ایجاد میشه. یعنی بعدای این ساختمونا و این آسمون الان بیشتر نمایان میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه عکاسی بخواد یه عکسی بگیره، ببینید من میتونم الان هر کی زیادتر نباید این کارو بکنید بخاطر اینکه عکستون میسوزه. ببینید این قسمت پایین، منظور من مثلا ببینید روی قایقو، ببینید اگر مثلا این قسمت بلو رو من کم و زیاد بکنم، میبینید تفاوتش رو. این باعث میشه که عکسی که شما دارید عکس با بعدتری بشه. یعنی چی؟ یعنی بعدایی که توی عکس هستش، خطوطی که اینجا هستش، ببینید الان اگر بخواید این عکس رو تحلیل بکنید، اتفاقا این کار خانم مهاجره. ببینید یه سری ما اینجا خط داریم، یه سری دوباره یه تلاقی اینجا خط داریم. من درست بکشم اینو. حالا اون دوستانی که بیشتر کار عکاسی میکنن اینا رو بیشتر میدونن، ولی ببینید این خطوط رو، ببینید این موازی بودن ساختمون ها، اینا در صورتی مشخص میشه که این عکس سیاه و سفید باشه. در صورتی که اگر این عکس رنگی باشه به این زیبایی شما نمیتونید خطوط رو ببینید. ببینید من اگه روشنش بکنید به نظر یه عکس تخت رنگی میاد، ولی وقتی که شما سیاه و سفید انجام میدید، ببینید بعدها خودشون رو نشون میدن. حالا همینجور من یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا این عکس بیا، ببینید به نظر سه بعدیه که تو طول داره یه خیابونیه، توی طول ما ازش عکاسی کردیم، ولی حالا ما میخوایم اینو بهش بعد بدیم، این عکسو بلک اند وایت از این قسمت گوشه بلک اند وایت رو فعال میکنیم. خیلی خوب، ببینید اگر ما اینجا زرد رو کم بکنیم،
کرد یه خط اینجا ظاهر شد. حالا آبی رو بیشتر میکنیم سایان رو، همونجور که میبینی ما یه عکس با بعد اینجا داریم. الان بعد تصویر رو قشنگتر و زیباتر شما میتونید ببینید. حالا در صورتی که ما اگر اینو رنگی داشتیم، یه عکس خیلی تخت رو ما داریم. این خطا رو ببینید، شما این خطا رو، زوایای خطا رو ببینید. میبینید این خطا تلاقی که به هم دیگه روی این نقطه داره. یه عکس دیگه امتحان کنیم دیگه آخریشه. ببینید این عکس خیلی زیباست، ولی ما میتونیم زیباترش بکنیم. اینجا بلک اند وایت رو فعال میکنید. خیلی عالی شد، همین جوریش هم زیباست. ببینید الان این ساختمون رو ببینید چقدر خودش رو نشون میده اینجا. باز بسته به رنگی که دارید، بسته به چیزی که دارید، چون میتونید بعد تصویر رو بیشتر بکنید. ببینید این ساختمون ها وقتی زرد رو زیاد میکنید چقدر خودشون رو نشون میدن. قبل و بعدش رو ببینید، خیلی زیباست. خیلی خوب رفقا، امیدوارم که لذت برده باشید. لایک، کامنت، شیر یادتون نره. اگه از این مدل ویدیو هم خوشتون اومد حتما بهم بگید که بتونیم براتون درست بکنیم. منتظر کارهای جدید منم باشید. مرسی.